يوم ميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك والشبر مشيت علينا تحت قدمك فخرينا رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك حبيب الله حبيب الله حبيب الله محمد رسول الله محمد عبد الله رسول الله حبيب الله رسول الله محمد عبد به نام الله بخشنده مهربان و سلام و صلوات بر محمد مصطفی آن راستگوی امین و ماه تابان سرورمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. درباره نمایندگانی صحبت می کردیم که از همه جا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدند و ایمان می آوردند و در همین زمان مسیلمه کذاب در بنی حنیفه ادعای پیامبری کرد. این چه بود؟ این جادوی عجیبی بود. معجزه بود. آری معجزه بود. این معجزه ای از معجزات مسیلمه است. آیا بال پرنده را نبرید و دوباره به هم وصل کرد؟ آری ای مردم، این تنها معجزه ساده بود. نیاز به این همه تعجب نیست. مسیلمه از این معجزات بسیار دارد. ای مسیلمه، ما تصمیم داریم تا با جمعی نزد محمد و یارانش برویم و با این دین جدید که اکثر قبیله ها به آن پیوسته اند بیشتر آشنا شویم. آیا تو با ما نمیایی؟ تو در این زمینه بیشتر از ما آگاهی داری و می توانی به ما بگویی که آیا محمد دروغ می گوید و یا طبق ادعایش پیامبری از جانب الله هست؟ کی؟ محمد؟ آری همراهتان می آیم. ای قوم، اگر همه برویم بارهای ما را می دزدند. من اینجا نگهبانی می دهم تا شما بازگردید. چگونه می شود ای پسرمو؟ تو همراه ما آمده ای تا روشن سازی که آیا محمد دروغگوست و یا راست می گوید و پیامبر است.
من دورتر میمانم ای برادر. من از این فاصله هم آنچه را درباره محمد نمیدانید خواهم دانست. راحت باش ای مسیلمه. راحت باش. نمایندگان بنی حنیفه بدون مسیلمه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند و از صحبت با پیامبر اکرم و شنیدن آیات قرآن بسیار خوشحال شدند و دانستند که او پیامبری از جانب الله است و همه آنها ایمان آوردند. شهادت می دهم که معبودی جز الله یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. ای رسول الله، یکی از همراهان ما در بیرون مراقب اموال ماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود او بدتر از شما نبوده است. این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره مسیلمه فقط به خاطر آن بود که او از اموالشان مراقبت می‌کرد. چرا با یارانت نزد رسول الله نرفتی ای مرد؟ و که نگهبان اموال من باشد ای برادر. اینجا میمانم تا آنها بازگردند. اما فرصت بزرگی به دست آورده ای مرد تا رسول الله را ببینی. اما به همراهانم چه بگویم؟ اگر اموالشان دزدی گردد صحبت امانت است ای مرد. آیا در امانت آنها خیانت کنم؟ صفوان، نظرت درباره مسیلمه چیست؟ همان آدمی که با بنی حنیفه آمده. به الله ای برادر، خیری در او نمیبینم و شک دارم که برای اسلام نزد رسول الله آمده باشد. تو همیشه این گونه ای صفوان، به همه کس شک داری، به هر که میبینی شک دارم. از صفات سازنده ی سلاح است. نه، به الله این گونه نیست. ربطی به شغلم ندارد. او از روزی میگوید که نزد من آمد و مرا نزد رسول الله امان داد. این گونه نیست ای ابن وهب؟ آری، گمان می کردی من برای کشتنت آمدم و وقتی باور کردی که با خود عمامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را همراه آوردم. شک نبود ای ابن وهب. قلبم حیران شده بود. کرم رسول الله در بخشیدن من عظیمتر از آن بود که قلبم باور کند. ای قوم، ای قوم، قسم میخورم که محمد پیامبری از جانب الله است و من نیز در این امر با او شریک هستم. چه؟ چه گفتی؟ شریک؟ شریک هستی؟ شریک هستی؟ اگر میشود. چگونه ای مسیلمه؟ چگونه تو که با ما نزدش نیامدی؟ الله به من وحی کرد که پیش او نروم، وگرنه شریک نبوت او نیستم و بر من وحی نخواهد شد. مگر شما نمیگویید که او درباره من گفته است که من بدتر از شما نیستم؟ به الله که آری گفت. این حرف را گفت؟ زیرا خوب می دانست که من در پیامبری او شریک هستم.
مسیلمه به قومش دروغ گفت و او ساحری بود که با سحرش مردم را فریب می داد و با خواندن جملاتی ادیبانه سعی داشت تا آنان را قانع سازد که این کلام الله است. مسیلمه کذاب به این حد اکتفا نکرد، بلکه شراب و زنا را حلال دانست و نماز را پایان داد و مردم قومش همه تازه مسلمان بودند و تظاهر و اعتراف او به پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی از قومش را اطراف او جمع نمود. بگو ای اکرمه، رسول الله چگونه است صلی الله علیه و سلم؟ حالشان خوب است ای امر، الحمدلله. اما من نمیدانم چه دلیلی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با پیامبران دروغین کاری ندارد، امثال مسیلمه کذاب. قسم به الله ای اکرمه، رسول الله بهتر از ما میداند و الله متعال خیر پیامبرش را به او می گوید و پیامبرمان این فاجران را رها کرده، زیرا در حال حاضر امور مهمتری برای امت اسلامی وجود دارد. زمان این عده نیز فرا می رسد و به خواست الله به سختی مجازات می شوند. پروردگارا، ای مهربان، ای بخشنده، تمام گناهان مرا ببخش. سوگند به تو، سوگند که تو و پیامبر گرامیت عزیزتر از جانم و خانوادم و فرزندانم هستید. پروردگارا، اگر از من راضی هستی قلب مرا آرام بگردان و نگرانی و غم را از من دور کن و مرا بشارتی از جانب خود بده. ای پروردگار، ای مهربان، ای بخشنده. مژده ای دختر عتبه، رسول الله فرمان داده تا برای حج خانه الله آماده شویم و با او به حج برویم. پروردگارا، آیا امسال همراه رسول الله به حج می رویم؟ آری ای هند، صحابه این پیام را پخش کردند و مسلمانان همه مناطق را برای حج فرا خواندند تا همراه شوند با رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا الله، این بشارت بزرگی است، بشارتی که بر زبان محبوبت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دادی تا قلبم را آرام کنی و روحم را طراوت بخشی. یا الله، روز بخشش است ای هند. الله را سپاس بر نعمت اسلام. الله را سپاس بر نعمت اسلام. الله را سپاس. بسم الله الرحمن. به نام الله بخشنده مهربان. ای پیامبر، به برکت رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو و مهربان شدی و اگر تند خو و سنگ دل بودی قطعا یارانت از اطرافت پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم بر انجام کاری گرفتی بر الله توکل کن،
چرا که بی تردید الله توکل کنندگان را دوست دارد. اگر الله شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد، و اگر شما را به خود واگذارد، کیست که پس از او یاریتان کند؟ و مؤمنان باید تنها بر الله توکل کنند. الجنه